بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم خوش آمدید خوش آمدید میگوییم خدمت شما شاگردای عزیز به درس زبان و ادبیات دری به ایستگاه 16 رسیدیم عنوان درس امروز ما دوستان در مورد یک از شاعران بزرگ قرن 11 است این شاعر بزرگوار کسی است به نام زیب النساء مخفی در ادامه جلسه در حوزه دستور زبان یک مفهوم جدیدی را ما و شما با هم مرور میکنیم تحت عنوان زمیر دوستان عزیز در فضای مجازی ما را دنبال بکنید شماره واتساپ تلگرام ما را داشته باشید خاطرتان باشد ۲ص96478 ۲55 41۳ آماده دریافت نظر و پشنهادات شما عزیزان برای درس زبان و ادبیات دری خواهیم بود خب شاگردای عزیز قبل از اینکه درس جدید را شروع کنیم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم خب سوال گفته بودیم که با نشانه های یا یا و نون و های غیر ملفوظ صفت نسبتی مناسب بنویسید اگه خاطر دوستان باشد در جلسه قبل در مورد صفت نسبتی توضیحاتی خدمت شما ارائه کردیم گفتیم صفت نسبتی به اون صفتی گفته می شد که برای نسبت دادن چیزی کسی به چیز دیگر به مکان دیگر استفاده می شد حالی ما گفتیم نشانه های داره صفت های نسبتی که در این جلسه سه نشانه را از شما در واقع خواستیم که متناسب با این نشانه ها یک صفت نسبتی مناسب برای ما بنویسید خب یک بار نشانه ها رو بنویسیم دوستان خب گفتیم یا یا و نون و های غیر ملفوظ خب اول گفتیم نشانه نشانه یاست متناسب با نشانه یا اگر بخوایم برای شما صفت نسبتی بسازیم دوستان می از ولایات کمک بگیریم به کسی که در منطقه در ولایت هرات در واقع ساکن است چی میگوییم دوستان؟ میگوییم هراتی نگاه می کنید دوستان در انتهای هراتی چی دارد؟ یک دانه یا دارد یا منطقه در واقع ولایت بامیان چی میگوییم دوستان؟ بامیانی می دو نگاه کنید مزاری قندهاری این ولایت ها اگر در انتهایش یک یای قرار دهیم او یا را میگوید یای نسبت خب یا اونون یا اونون مانند چی؟ مانند زرین مانند سیمین مانند دیرین یا کنید دوستان در انتهایش یا و نون چه دارد؟ اضافه شده است خب اگر برای های غیر ملفوظ بخوایم در واقع یک صفت نسبتی مناسب ذکر کنیم مانند چی دوستان میگوییم مانند هفته دیگر مانند چی مانند صده مانند چی دیگه دوستان دهه در انتهایش یک ها وجود دارد نگاه کنید دوستان که باعث شکل گیری یک صفت نسبتی مناسب شده است پس صفت نسبتی چی شد دوستان صفت نسبتی یک کلمه است که برای نسبت دادن یک چیزی یا یک کسی به چیز دیگر به مکان دیگر استفاده می شد. خب شاید عزیز وارد بخش اول درس جدید شویم درس امروز ما در مورد یک از شاعران بسیار مشهور در حوزه ادبیات دریس به نام زیب النساء مخفی قبل از اینکه وارد درس شویم یک نکته خطاب شما دوستان عزیز بگوییم که فراموشتان نشود در حوزه ادبیات دری ما دو شاعر نامدار زن داریم که به پسفند در واقع مخفی یا تخلص مخفی در واقع به کار برده می برای این دو نفر یکی مخفی بدخشی است که یکی از شاعران دوره معاصر است و یکی فرد دیگر زیب و مخفی است که در این جلسه می در موردشان برای تان توضیحات ارائه دهیم و شاعر مشهور قرن یازده هجری قمری است خب زیب و نساء مخفی وی در سال 1048 هجری قمری در هندوستان به دنیا می آید پس محل تولد شاعر نامدار کشور هندوستان است میدانی که در حوزه ادبیات دری کسانی که در کشور هندوستان به شعرگویی شعر سرایی مشهور هستند کسانی هستند که در حوزه سبک هندی فعالیت میکنند و شعر میگفتند اگرچه ما گفتیم چهار سبک اصلی داریم دوستان یک سبک خراسانی است یک سبک عراقی است یک سبک هندی است و یکی سبک بازگشت است کسانی که در کشور هندوستان در حوزه زبان و ادبیات دری شعر کنند، کسانی هستند که متعلق به سبک هندی میباشند پدرش اورنگزیب از پادشاهان بزرگ سلسله گورکانیان هند است یکی از های بسیار بسیار مشهور در حوزه حکومت داری گورکانیان هند است که از نسل مغولان به باشد در واقع سلسله گورکانیان هند و پدر زیب و مخفی کسی است به نام اورنگزیب یکی از شاهزاده که میتواند بعدها به مقام در واقع صدارت و حکومت برسد نخواست نزد بانو حافظ مریم آموزش دید پس در نزد یک شخصی به نام حافظ مریم آموزش های ابتدایی را میمیند به طوری که در ظرف مدت سه ماه کل قرآن کریم را حفظ می شود میدانید که در حوزه ادبیات دری سه شخص هستند که حافظ کل قرآن کریم هستند یکی رودکی بلخیز یکی حافظ شیرازی در واقع محمد شمس الدین حافظ شیرازی است و یکی شخصم در واقع زیب النساء چیه دو سال مخفی است که در مدت بسیار بسیار کوتاهی ظرف مدت سه ماه کل قرآن را حفظ می شود اورنگزیب به خاطر شور و اشتیاقی که نسبت به حفظ کردن قرآن در, واقع دختر خود می میند، بسیار سله بسیار پاداش در افراد بسیار ایتام بیوزنان و افراد دیگر می دن. و نزدیک سی هزار دینار به حافظ مریم بابت تلاش و زحمت هایی که برای حفظ کردن قرآن کریم برای دخترش کشیده پرداخت میکند و ادبیات دری را نزد ملا سید اشرف مازندرانی آموخت ملا سید اشرف مازندرانی یکی از شخصیت های بسیار مشهور در دوره زیبون النساء است او رنگزی در واقع اشان را انتخاب میکند که برای ادامه تحصیلات عالیه در واقع نزد ایشان تحصیل کند زبان دری زبان عربی و بسیاری از علومی که در او اصر با عنوان علوم اصری از او یاد میشد در نزد ایشان می و یکی از چیزهایی که در نزد ای استاد میآموزد آموزد در واقع شخصیت زیب و نسا چیزیست به نام خوشنویسی خوشنویسی یکی از هنرهای ماندگار زیب النساء مخفی است که در محضر استاد کسب فیض می کند و او را یاد میگیرد گیرد و بعدها در حوزه تصوف نیز از ایشان مسائل بسیاری را میآموزد. خب سرودن شعر را در 21 سالگی با تخلص مخفی آغاز می کند تخلص ایشان را تحت عنوان مخفی می همزمانی که در سن 21 سالگی زیمون نسا مشغول شعر سرودن بشود دوره است که پدر اشان به عنوان حاکم سلسله گورکانیان انتخاب می شود و در واقع همزمان می شود با حکومتداری پدر و شعر سرودن دختر او شعر را از پدرش پنهان می یکی از نکاتی که تحت عنوان تخلص مخفی از او یاد می شود همین نکته است گفتیم زیبون نسا در اشعار خود تحت عنوان مخفی از خود یاد کند. چرا علتش است که پدرش از شعر سرای دختر خوشش نمی آید و بسیار بسیار از این کار رنج میبرد و سعی میکند دختر را نکوهش کند باز دارد که دخترش به سمت شعر و شاعری نرود ولی در مخفیانه در خفا در واقع دختر به سمت شعر سرایی و شعر گفتن حرکت می و از این جهت خود را مخفی به خاطر که مخفی از پدر شعر را میگوید این تخلص را انتخاب می در مشاعره شاعر مدیه سرا و بداه گوی بود کسی است که در واقع در حوزه شعر از اونجایی که بسیار بسیار شعرهای ناب میگفت بسیار بداهه فلفور یک شعری را بیان میکرد به طوری که گفتن یک روزی در واقع کنیز اشان یک آینه چینی را میشکند یک آینه را میشکند نام کنیزش چی بوده؟ چینی بوده است و اشان در واقع در ادامه همین مصرا یک مصرای خودش فلبداهه بداهه گویی میکند و مصرایت میگوید چی؟ از قضا آینه را چینی شکست خوب شد خوب شد اسباب خودبانی را خوب شد خوب شد اسباب خودبینی را شکست نگاه کنید دوستان فعل بداهه یک شعر را در این مورد میگوید خب زیب و مخفی در دوره خود در قرن یازده با شاعران بسیاری هم دوره بوده است از جمله بیدل دهلوی از جمله کلیم کاشانی و صاحب تبریزی ولی در حوزه شعر گرایش بسیار عجیبی علاقه و تمایل بسیار زیادی به خواجه شمس الدین حافظ شیرازی دارد و به سبک شعری او چون خواجه حافظ در واقع قالب سبک شعری چیه دوستان در سبک شعری عراقی و قالب شعریش قالب غزل است علاقه در واقع زیبون نسا هم به این شاعر به این سمت گرایش پیدا میکند محتوای اشعارش بیشتر عاشقانه و گاهی عارفانه است از آنجایی که زیب و در قالب شعری غزل شعر میگفت دوستان سبک شعری غزل میدونید که دو موضوع بیشتر ندارد یا عاشقانه است یا عارفانه است یا عشق عشق زمینی می شود یا عشق عشق فرازمینی و عشق خدایی می گردد در شعرهایش به داستانهای لیلی و مجنون فرهاد و شیرین و یوسف و زلیخا اشاره مکرر میکرد چون این منظومه ها منظومه های عاشقانه بود در واقع زیب النسا نیز از این اشعار از این کتاب ها از این منظومه ها استفاده میکرد و در جای جای اشعار خود از این کلمات استفاده مکرر میکرد خب مجموع اشعار در واقع زیب و نسا در قالب های مختلف بیان شده به طوری که میگوین نزدیک چهار هزار بیت اشعار ای شاعر قرن یازدهم است این شاعر در کل عمر خود دوستان ازدواج نمی کند مجردی را تا انتهای عمر پیشه می کند و بسیار بسیار انسانی است که دارای زهد و پارسایی است چون گرایش پیدا می کند به سمت تصوف به سمت در واقع گوشه نشینی سعی می کند که تمام آداب و رسوم و مسلک ای قالب در واقع عارفانه را پیاده کند در 65 سالگی در شاه جهان آباد در واقع در می و از دنیا می در تاریخ آمده بیان شده است که از آنجایی که اورنگزیب دختر خود را من میکرد از شعر سرایی و دختر در خفا همواره به دنبال شعر گفتن بود پدر از این کار او غضب میکند ولی چیکار میکند و دختر را به زندان میافکند نزدیک 20 سال نزدیک چه دو سال نزدیک 20 سال دختر خود را زندانی میکند دختر دچار بیماری میشود دچار رنج میشود و بر اثر بیماری بعدها جان خود را از دست میدهد در ابتدا در یک منطقه به نام کشمیر در ولایت به نام کشمیر ایشان را در یک باقی به نام سی هزار درخ مدفون میکنه زمانی که این دختر و این شاعر از دنیا می روید. بعدها در واقع میآیند و در دهلی اشان را در واقع انتقال بدن پیکر اشان را انتقال بدن و در اونجا دفن می کند و امروزه یک از مکانهای بسیار دیدنی در حوزه ادبیات و زبان دری است خب دو عزیز برای آشنایی بیشتر شما با اشعار و نحوه شعر و سرای زیب و نسای مخفی ابیاتی از اشعارشان را آورده این که با یک دیگر میخوانیم و مرور میکنیم بی شب نم روید به چمن نما هیچ بی پرتو روید برخ شمس زیا هیچ روزی که محیط کرمد موج برارد بر موجه هر موجه دست کوه خطا هیچ گر خونه جگر در رهد از دیده بریزد بی حسن قبولت ز سمک تا به سما هیچ سمک یعنی ماهی دوستان بی رویت کونین به یک جو نستانیم بی جلوه حسن تو مرا هر دو سرا هیچ رفتیم از این غم کده و جز غم ایام در بدرقه خیش ندیدم و قفا هیچ مخفی به فقان کوش که در گلشن مقصود مخفی به کوش که در گلشن مقصود بی زمزمه مرق چمن ساز و نوا هیچ خب شاید عزیز وارد بخش دوم شویم در حوزه دستور زبان و مفهومی را امروز ما و شما با هم مرور میکنیم تحت عنوان زمیر یکی از مفاهیم بسیار پرکاربردی که در حوزه ادبیات دری از او یاد می شود و بسیار بسیار نقش اساسی در ساختار جمله دارد زمیر است زمیر چیز کلمه است که جای اسم را میگیرد و برای جلوگیری از تکرار آن استعمال می شود این تعریف زمیر است پس کلمه زمیر در ساختار جمله می آید جانشین اسم می شود و هدف و مقصود از آوردن زمیر در ساختار جمله چیست؟ ای که ما جلوگیری کنیم ممانعت کنیم از تکرار یک اسم در داخل یک جمله به خاطر که از تکرار چندین باره اسم جلو گیری شود ما میاییم و زمین را به کار میبریم مثال میزنیم چی مثال دوستان؟ میگوییم احمد معلم را دید و به او گفت کدام کلمه زمیر است دوستان؟ احسن کلمه او در اینجا می شود زمیر زمیر در واقع یک مرجعی دارد یکی اسمی دارد که این زمیر باید به با او اسم برگردد خب نگاه میکنیم این زمیر او به کدام کلمه برمیگردد این زمیر او به یک کلمه برمیگردد به نام معلم پس مرجع زمیر اسمی که زمیر به او برمیگردد و جانشین او اسم میشود که جلوگیری کند از تکرار او اسم چی میشود؟ او مرجع زمیر است او اسم در این ساختار جمله میشود معلم خب یک بیت میخوانیم از زیبون نسای مخفی درس امروز ما در مورد این شاعر قرن یازدهم بود اشان چه میگوید؟ میگوید دختر شاه هم ولیکن رو به فقر آورده ام زیب و زینت بس همینم نام من زیبون نساست نگاه کنید دوستان خب ما میگوییم که زمای دوستان اشکالی دارد ان در سالهای بعدی در سنفهای بعدی با انواع زمیر آشنا بشوید به طور اجمال ما میگوییم سه نوع زمیر داریم یا زمایر منفصل و جدا داریم یا زمایر متصل و پیوسته داریم و یا هم زمایر ما زمایر اشاره هستند این سه گونه انواع زمیر است دوستان خب ما زمیری که در بالا گفتیم زمیر او یک زمیر جداست یک زمیر گسسته است به این زمیر زمیر منفصل هم گفته می شود. چرا؟ چون در داخل جمله به هیچ کلمه دوستان به هیچ به هیچ به هیچ به هیچ کلمه نمی‌چسبد هی نمی چسبت و به طور کاملا مستقل ذکر می شد. حالی در خود بیت شعری که از زیبون نسای مخفی گفتیم نگاه کنید دوستان ما یک سری کلماتی داریم که با رنگ جدا مشخص شده شاهم اون میمی که در انتهایش است یا همینم اون میم در انتهایش نگاه کنید دوستان این زمایر زمایر چی هستن؟ زمایر پیوسته هستن زمایر پیوسته یا متصل زمایری هستن که در ساختار جمله یا در ساختار یک بیت شعر به کلمه پیوسته می شود می این زمایر رو زمایر متصل می گویم. این میمی که در انتهای کلمات آمده یک زمیر است اما نه چیز زمیر متصل خب میگویم که بس همینم نام من زیبون نساس. من می شود یک زمیر جدا چون در ساختار جمله آمده ولی به هیچ کلمه ای نشست بیده. خب شاگردای عزیز در اسلاید آخر درس امروز رسیدیم کار خانگی درس آینده شما در جمله های زیر زمایر را مشخص کنید زیب نسا به حافظ و سبک شعری او گرایش داشت زیب نسا شعر گفتن را از پدرش مخفی میکرد اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خانی و نه در ساختار دوستان ای جملاتی که برای شما گفتیم در قالب نصب و در بیت آخر در قالب نصب ما زمایری را برای شما تعبیه کردیم زمایر را قرار دادیم از شما میخواییم که این زمایر را برای ما چکار کنید دوستان مشخص کنید و جدا کنید دوستان عزیز و گرامی در پایان جلسه امروز رسیدیم باز هم یک بار دیگر اشاره میکنیم کانال ما در فضای مجازی را دنبال کنید 2964 780 255 40. این کانال ارتباطی ما با شما دوستان عزیزان و گرامیان است عزیزان قن نظر و پیشنهادات خود را در حوزه در درس زبان و ادبیات دری برای ما روان کنید و ما را هدایت نمایید تا پایان جلسه دیگر دوستان تا دیدار دیگر همه شما را به الله پاک میسپارم خداوند یار و نگهدارتان